من در جستجوی یاور پا به سواحل رامسر گذاشته بودم، جایی که یاور رو دیدم، دل بهش بستم و باور کردم که یاور من باشه. آن دکتر برای داشت دارم نفس همه بکش آفری نفس بکش دوباره. من یاور داوری هستم، پسر عباس زهره، لات و اوباش و هرزه نیستم. اومدم بهتون بگم 2 سال پزشکی خوندم، 1 سال هنر خوندم، 3 سالم ریاضی، الانم دانشجوی سال سوم مهندسی شیمی دانشگاه شریفم. حیرون و سرگردون مثل خیلی های دیگه. اومدم بهتون بگم یدک و آچار پیشگوشتی همشون این همه میشه عوضشون گرفت، اما نمیشه با طبیعت، با طبیعت مردم، با راه زندگیشون، با باوراشون و ذائقهشون بازی کرد. شما زاغه منت خانم فرشته بهاریه. اتفاقا اومدم بگم نمیخوام با روح و روان آینده دختری که متاسفانه به من علاقه منده و میتونه جای دیگه دنیا انتخابش باشه و کسی که درکش کنه و خوشبختش کنه بازی کنه، چون اصلا انسانی نیست، پس درست نیست. همین. بلاحت دوست داره؟ بله خیلی. شما هم حتما ماده خانوم هستید درسته؟ میدونستم دیر یا زود پیداتون میشه. بله پیدا میشد. چه چیزی تو دختر من فرشته است که براتون جالبه؟ آنی که ایشون دارن. و اون چیه؟ نمیدونم، هنوز نفهمیدم. یعنی فکر میکنم سالها طول میکشه که کشفش کنم، درکش کنم و بفهممش. پس شما لات و هرز و اوباش نیستی؟ بله. نه من گیجم، یعنی یه چند سالی هست که گیجم، ولی چند روز فهمیدمش. حالا دختر من با یک مرد گیج باید چیکار کنه؟ نمیدونم. شما اگر جای اون بودین چی کار میکردین؟ نمیدونم، شاید میدادمش دست پلیس به جرم مزاحمت برای نوابیس مردم. ممکنه این کارو بکنه؟ بله اگه جواب مثبت نباشه. لابد حقمه، در این صورت مزاحم بودم دیگه حتما. شما خیلی خوب جواب منو میدین. شما هم خیلی خوب سوال میکنید،
سوال شما آدم وادار میکنه با حس صادقانش به شما جواب بده، هرچند که من اصلا از جوابم راضی نیستم. شیطونم هستی؟ یه جوره بانمک و لوس و بزدگو و احمق. حتما دختر شما به شما گفته که من چه حماقتی به خرج دادم. بله گفته. بیا بشین. مزاحم نمیشم. بله خب چشم. شما خود رو معرفی نکردید. من یاور داوری هستم، پسر عباس داوری و زهره سباهی. پسر عباس داوری؟ باورم نمیشه. بعد فرشته میگه دیدن شما اتفاقی بود؟ بله اتفاقی بود. هیچ اتفاقی اتفاقی نیست. پدرتون میدونه با کدوم دختر آشنا شدید و برای کی خواب و خیالشو با هم زدید؟ بله. عکس العملش چی بود؟ راستش پدر گفت اجازه نمیده با دختر شما ازدواج کنن. گفت شما قبلا یک بار میخواستید زندگیشو داغون کنید و حالا میخواد از طریق من تکرار کنید. فکر میکنه برای من دسیسه چیزید. پدرتون شاید حق داره اینطوری فکر کنه. میذارید با دخترتون ازدواج کنم؟ نه در شکل فعلی نه. من به دخترم یاد دادم که فقط با عشق ازدواج کنه. اگه دخترمو میخواین عاشقش کنید، کاری کنید حس کنه بدون شما زندگی بیمفهومه. اون روز نه تنها اجازه میدم بلکه آرزو میکنم با شما ازدواج کنه. دختر من اهلی شده نیست، پس اهلیش کنید. سلام های مرتضی، یاور هستم، مزاحمتون میشم. بله بله، اتفاقا میخواستم با لاله خانم راجع به قضیه امشب صحبت کنم. بسیار خوب، سلام. ببخشید. سلام لاله خانم. نه راستش دیشب بر من یه اتفاقی افتاد. چه اتفاق اومدی؟ نه نه، وقتی به کنهش نگاه میکنم میدم خیلی هم بد نبوده، حتما پیامی داشته. یعنی شاید هم حکمتی درش بوده که قضاوت ما راجع به قضیه امشب عوض بکنه. برام خیلی سخت گفتنش، ولی من مرد زندگی شما نیستم. من کسی رو میخوام که من همینجوری قبول بکنه. من میخوام همینجا تو همین مملکت زندگی کنم. من نمیخوام کسی باشه که فقط همسفرش باشم. برای من هم نفسی و سفر مهمه. میخواستم ازتون عذرخواهی کنم. منو ببخشید بابت همه اتفاقاتی که افتاد. بله؟ چه جاله؟ یعنی تو همون لس آنجلس؟ خب پدرتون برای چی مخالفه؟ باشه، منو براتون دعا میکنم. موفق باشید. آقای ابراهیم دست درد نکنه. حتما توی این بارون هم حکمتی هست. خدافظ. خدا بنده. خدا بنده.
بله منتفیه. چرا؟ یاور خودش خواسته. ببینید لانه خانم، پس شما خوشحالید؟ پس یعنی شما تو لس آنجلس کسی رو دوست داری؟ واه عجب. خب چه بله شما سلام برسونی. چشم ما هم سلام برسونیم. چی شد؟ پسره روانی احمق کاسه رو زده به کوزه. کدوم کوزه؟ ول کن خانم تو هم چسبیده به کوزه کوزه کوزه. سلام ماما. سلام عزیزم. خسته نباشی. قربانت. امروز آقا یاورت اومده بود اینجا. اینجا اومده بود چی کار؟ صبح اومده بود بیمارستان. معلومه وقت تلف نمی کنه. گفتم بلد نمی کنه. پدر و مادرشو می شناسن. اگرچه باب میل نیستن. ولی ربطی نداره. به چی؟ نمیدونم. به خیلی کسا و خیلی چیزا. خب حالا چی میگفت؟ چی بهش گفتی؟ اینکه اون چی میگفت یه چیزیه بین من و ایشون. اینکه من چی میگفتم بهش گفتم اگه دختر منو میخواین باید برید اونو عاشق خودتون بکنید. باید برید اهلیش کنید. دست شما درد نکنه. این چه حرفی بود ماما بهش زدی؟ حالا من با این مزاحم چیکار کنم؟ من چه میدونم مادر جون؟ اگه نمیخوایش خب اهلی نشو. مامان شب خونه نیومدی. زدم به دریان. فهمیدم کار خودتو کردی. کاری که باید میکردم کردم. چه کار میخوای بکنی؟ میخوام اهلیش کنم. چه غلطی بکنی؟ من میخوام با فرشته ازدواج کنم. مگه من موافقت میکنم؟ مگه پدرش موافقت میکنه؟ ول معطلی بچه. اما تا دیر نشده میتونم با آقای مرتضوی صحبت کنم. لاله منتفی پدر. اون کس دیگر دوست داره. دوست داشتن تو این دنیا خواب و خیال پسر. عشقی وجود نداره. داره. نداره. داره. خودتون هم خوب میدونید وجود داره. عشق و از دست دادن و ندیدن و دور بودن و تنفر از بین نمیره. مقابل عشق بی‌تفاوتیه. خود شما تو این همه سالا تونستین بی‌تفاوت باشین؟ راجبه چی حرف میزنی؟ راجبه اون سری بی‌ارزش به نام عشق.
سلام. ترسیدم. اگه با من حرف نزنی متاسفم بگم که جیغ میزنم. بله؟ همینی که گفتم. نمیزنم. میزنی؟ نمیزنم. پس جیغ میزنم. نمیزنید. میزنم. یعنی چی آقای داور؟ این کار برزنده شما نیست. میدونم ولی ناچارم. مثلا چی میخوام بگم؟ خیلی حرفا، خیلی چیزا. مثلا اینکه وقتی آدمی رو اهلش میکنی مسئولش هستی. میگم خدا چی کارت کنه. پس وایسی ما هم حرف بزنیم. درسته؟ باید بزنیم. شما باید حرف بزنید. سوار شید لطفا. حالا خوبه منم بگم اگه با هم حرف نزنی جیغ میزنم، فریاد میزنم، ناله میکنم، گریه میکنم، میمیرم. خودت گفتی وقتی کسی رو اهلی میکنی مسئولش. سلام. سلام. خسته نباشی. قربانت. امروز اومده بود اینجا. دوباره ازت خواستگاری کرد. دوباره؟ دفعه اول بهت نگفتم. گفت باید با پدر و مادرش میومد. اما اونا نیومدن. چون با ازدواج تو اون موافق نیستن. این نامه رو هم داد. گفت بدم بهت با یه عکس. نامه؟ یک نامه و یک عکس. باورت میشه؟ فرشته خانم، همراه نامه ی عکسم را متصل میکنم. نه اینکه بگویم کیم، بلکه بگویم کی نیستم. آقای داوری تشریف دارم؟ آقای داوری؟ بله بله. سلام آقای داوری. سلام علیکم. شما؟ گذشت زمان آدم ها رو عوض میکنه، تغییرشون میده، اما انگار شما عوض نشدید. مایده خانم شمایی؟ منم مثل شما عوض شدم. نمیبینید؟ بله، گذشت زمان رو دارم میبینم. کافی نیست؟ نه، کافی نیست. آدم وقتی عوض میشه که درک کنه چرا چیزی اتفاق افتاده یا چرا چیزی اتفاق میفته. خب پس من عوض نشدم، چون درک نمی کنم چرا اون اتفاق افتاد. سالای عمر من میتونست شادتر بگذر، اما نگذشت، گذشت، فقط گذشت. شما اینو درک میکنید؟ بله، من خیلی خوب درک میکنم، اما متاسفم که کاری از دست من بر نمی آمد. حتما بر نمی اومده. ولی امروز از دست شما کاری برمیاد که انجامش نمیدید. مرد خانم، یاور رفته. خب بره، مگه کجا رفته؟ این بد بچه‌هایی که امروز بزرگ میشن برای خودشون تصمیم بگیرن. شما یقین داشته باشین که اگر من میدونستم که پسر شما
نمیتونه از عهده مسئولیت دختر من خودش و زندگیشون بر بیاد، امکان نداشت قبول کنم با دخترم ازدواج کنم. یقین داشته باشید فرشته هم قبول نمیکرد. اگه عشق رو میشناسید بهش احترام بذارید. مگه مدعی نیستید که دلتون تر زندگی کنید؟ خب پس اجازه بدید بچه های ما شادتر و خوشبختر زندگی کنن. اگه پدر و مادریم، وظیفه‌مون اینه که به خواست به حقشون احترام بذاریم تا محترم باقی بمونیم. من فقط اومدم اینجا امروز بهتون بگم که پسر شما پسر منه. فرشته رو هم اگه خدا خواست میتونید دختر خودتون بدونید. ببخشید که مزاحمتون شدم. در ساحل دریای خزر نیمکتی بود که همیشه خاطره تنهایی مرا به یاد داشت، تا تو اومدی، تا تنهاییمو با تو قسمت کنم. و چه زود همسایه نیمکت نشینی تنهاییم شدی و شریک باورها و شریک باورهایی که مسیر زندگیمو تغییر داد. شربت بفرم. شما درد نکنید. بفرم. آقا بفرم. خدا خیلی بده. چقدر درد میکنه؟ سلامت. سلامت. حاج اکبر آقا بهاری کجا؟ این بغل میزنم. آه تونجا. دست شما درد نکنید. بله درست. بله بله آجی. نه آجی فعلا وضعیت سفیده. ما میخوام خرگوشا رو بفرستیم حالا. آجی از این سلام برسون. خدا خدا جانم حسن نباشید. سلام علیکم. حاج اکبر آقا بهاری میتونم ببینمشون؟ حاج اکبر آقا سرش شلوغه. امرتون در موردی امر خیلی مزمشون شدن. به به دستتون درد نکنه. دستتون درد نکنه. شما باید برین دایره جذب کمک‌های مردمی. از در که رفتید بیرون دست راست میپیچید، اونجا دایره جذب کمک‌های مردمیه. متوجه نشدین؟ من خودم باید ببینمشون. آه حاجی فعلا سر شلوغه. میخواییم بشینید من بهشون بگم. دستتون درد نکنه. بفهم. سلام داریم. بارف جان سلام دیگه. آه سلام. دوگای چک؟ ببخشید شما ارمنی نیستین؟ نه خیر. ولی قیافتون خیلی شبیه ارومن است. بله خب زرده هم که شاد آیرین نمانم. ببخشید ایشون چی میگن؟ درزه گوشه آیرینمانه دیگه. اون میگم قیافتون خیلی شبیه ارومن است دیگه. خب اینی که اولم گفتین شما. چرا متوجه نشدین؟ من متوجه که شدم. آه جدی؟ ولی عکس العملتون خیلی احمقانه بود. میگم شما اینجا چی کار دارین؟ برای یه امر خیر فرستادم دایره جذب کمک‌های مردمی. جدا؟ بله دیگه. چجوری که من میدونم که واجه که برای یه دون دختر بیشتر نداشت. خدا براشون سالم نگه داریم. خدا بهشون برداشت. بله خب آره دیگه. حالا تو این شرایط جنگی اومدی اینجا چی بگی؟ اومدم بگم که
میخوام با ایشون ازدواج کنم. اه؟ یعنی اومدی خواستگاری؟ بله قربان. این همه راه و کوبیدی اومدی اینجا که اینا رو بگی؟ اگه تا اون برای دنیا هم بودید میامدم خدمتون. برای چی؟ جان چی فرمودی؟ هیچی، پرسیدم هوا چطوره. کجا؟ قاسب آباد دیگه. آه اولش که آفتابی بود بعد بارونی شد. شالیا رو زدن؟ بله خیالتون راحت. خب الهی شکر. من دیگه باید برم، این روزا آزا خیلی شلوغه. از چه نظر؟ یعنی باید به شما بگم؟ نه اگه صلاح میدونید. یعنی اسرار نظامی رو به توی غیر نظامی لو بدم؟ نه دیگه قربان. مرمت زیاد. آجاقا نظرتون راجع من چیه؟ خل و چل و دیوونه. پس شما متوجه شدی؟ چیز پیچیده ای نبود، ولی گیر دخترم نمی افتادی. آجاقا حالا جوابتون چیه؟ بعد از عملیات میگم. لو دادم. شرط اول ازدواج. بله قربان. اسرار نظامی رو لو نمیدی، اگه بدی از دخترم خبری نیست. چشم قربان. سلام آجی. سلام آجی. سلام آجی. نظرتون چیه؟ مثبته. دست شما در نکنه آجی آقا، تا آخر عمر دعاتون میکنم. امیدوارم که امشب شب آخر عمرت نباشه. امشب؟ یعنی همین امشبه؟ ساکت بچه. چش پسر، شرط اولمون هنوز سر جاشه ها. امشب خبری نیست، مبادا لو بدی. خیالتون راحت بشه حاج آقا. نه شما در نکن حاج آقا. خدافظ حاج آقا. امر شما هم که راه افتاد. بله راه افتاد. خب دیگه. خب مبارک. برو دیگه، برو خودشو امشب دیگه بودو. میشه برش کاری کرد. حالا ببرش، شاید یه کاری بشه برش کرد. بای بچی جیگول حواست کجا؟ مگه میدونی دیگه نمیدش میداری؟ اصلا دخمی ها مگه باشه بزنی یک کنار؟ بابا این گناه داریش جمونه. ببرش داری خدا. فقط دخمی ها. ببرش. فقط دخمی ها. بایستا زنده بود. نجو بی تو فریدی ها. پاشو 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 میگم پاشو دیوونه. برو برو اینجا. واسه چی بودی؟ چی کار داری؟ بابا دنبال آج اشکر میگردم. چی کارش داری؟ بابا خود کارش دارم دیگه. پاشو اون بره تای خطه. بخواب دیوونه، بخواب بخواب دیوونه، بخواهی نخواب. اولویت همینه که نمیگم. شما پنجم جلوی ما رو ببرید توی آتش تو کونه. خطرناک هم باشه مهم نیست. نکنید همه رفتید. میگم بزن بگو چل بگو چل چل چل. آها این درسته. اینو بگی تو اینجا چیکار کنی؟
اومدن جواب بگیرن برن. من به دیوونه ها دختر نمیدم. کی به تو گفت بیا اینجا؟ دلم دلت غلط کرد؟ پس بگه دلت غلط کرد دل بست. هر دوتتون غلط کردین. آخه آدم با این سر وضع میاد خر. حاجی وقت نشد دلم خرید. خرید؟ حالا چیکار کنم؟ بالاخره دختر میدی یا نمیدی؟ الان وقت خواستگاریه. چند لحظه دیگه اینجا میشه جهنم. معلوم نیست کی میره کی میمونه. برو برو عقب. برو عقب دیگه. من جواب میخوام حاجی. جوابت نه. باش حاجی بس خودت خواستی. بزنی دیوونه بخوام. من یاور داوری پسر عباس و زهرم، یا اینجا میمیرم یا با کسی که باور و اعتقاداتم رو عوض کرده ازدواج میکنم. بشین پسر. شوهر رده بشین احمد. شوهر نیست. بزنی بمیری هم میگم نه. اونم با اون پدری که تو داری. آجی تو رو خدا دخترتو بده بره یا یا خودشو بکشه یا ما رو. بشین. نه. بشین. نه. جهنم. جهنم و چی آجی؟ جهنم دختر مال تو. ولی یادت باشه یه روزی میرسه که صد بار آرزو میکنی کاش مرده بود یا دخترمو نمیگرفتی. آره؟ بوشه. آره. پدر پدر آدم بکنه یه تو ندیدم. همینطور احمقیت تو دستون درد کنه. گوش کن گوش کن. میشنوی میشنوی آتش بازی شروع شد. بزنید این دشمن آشغال کسافت. آتش بازی عروسی پدر. چی؟ میگم آتش بازی عروسی پدر. اون وقت تو اومدی با دسته گل‌های وحشی، با لباس سروقامتان، با لبی خندان که انسانی به پررویی، وقاحت و شجاعت و مهربونی تو ندیده بودم. اون شب آقای داوری معنای کلمه کوچکی به نام عشق رو بار دیگر در ذهنش مرور کرد که عشق و دیوونگی دو کلمه مترادفند و حسرت خورد که کاش در جوانی کمی دیوانه تر بود و کمی عاشق تر. ولی خوشحال بود که یاورش در جوانی هر دو رو بود. و همسر داوری خوشحال بود، اگر چه عمری رو بدون همسفر و همنفس بیشادی سر کرده بود. حالا پسرش در تولد دوبارش میتونست با انتخابش شادی رو تجربه کنه. مادرم و مادرم اون شب در تو به یقین حلول همسرش رو میدید که عشق رو شناخت مسئولیت معنی میکرد. مسئولیت در قبال اهلی شدن و اهلی کردن که اهلیت همه چیز بود، همه چیز در مفهوم یک کلمه. و من در تو چه میدیدم؟ خدایا من در یاورم چه میدیدم؟ در این مردی که روزی لوس، فقیه و پر رو می دیدمش و حالا با چهرهی مهربان، با دستی بر روی قلب و دستی با گلهای وحشی روبرویم ایستاده بود که هنوز پر رو بود و هنوز جنگجو. و تو در من چه می دیدی؟ که این گونه دل باخته بودی و این گونه شیدا بودی که ای کاش می دانستم. مادرم گفت تو آنی را در من یافته بودی و من به آنی همه چیزم را در زندگی باخته بودم. من حالا کنارت نشسته بودم تا بهت بگم یاور کما جای تو نیست. به خدا کما جای تو که همه وجودت پر از باورای سبز به زندگی نیست. کما جای تو سرف قامت نیست. اونجا تو اون برزخ ناباوریا جای تو نیست. جای تو پیش ماست. پیش من. پیش علی، آندره، عباس، عزیز، بهزاد. جای تو پیش باورهای رضاست. پیش باورهای لیلی و مریم. پیش همه اونایی که مسئولان عاشقن، عاشق دینشون که
همه باوراشونه از اینجا، از این خاک، از این طلوع همیشه شرقی، از این بوی گل اطلسیا، یاسا، شمدونی و از همه گلا و گیاهایی که تو این طبیعت، در این طبیعت موجودیت پیدا میکنن. جای تو پیش کسایی که یأس و شکست و زمین خوردن و بخشی از راه رفتن میتونن و زندگی رو در مفهوم ایستادن، گسترده بودن، خالص بودن، پیریا بودن و هموطن بودن، در مفهوم هموطن بودن یاور معنی میکنن. این ترکوما جای سیاه دلا و سیاه اندیش هست، جای قلبای یخی و مسیه، جای خونای فسفوری شده است، جای مغزای سنگیه، جای دستای خسیسه، جای پاهای بی حریمه، نه جای تو. یاور، من میترسم، از دور شدنت میترسم. دور شدنت که مبادا دیگه صدای علی، عباس، عزیز و بقیه همسفراتو نشنوی، دیگه صدای فرشتتو نشنوی. ترسم از اینه که مرض امروز تو بشه مرض هممون، یادمون بره برای چی اومدیم، برای چی رفتیم، کجا میخواییم بریم. یاور، باشو، برگرد، برگرد، قسمت میدم به هر کی دوست داری، به هر کی اعتقاد داری برگرد. یاور، ببین کی اینجا نشسته، منم، فرشتت، همراهت، هم نفست. یاور، پاشو، برگرد، خواهش میکنم. یاور، سلام نفسم. فرشته، اینه یادمون رفته بود، چین اول باغچه‌مون، برای خودمون، برای بچه های بونه، برای آبگوشت عزیزاقا. آره یادمون رفته بود. وایسا یاور، تکون نخور. چیزی شده؟ الان یه انفجار مهیب اتفاق میفته. چی؟ خیلی خوب، چشم. اون انفجار مهیب، یاور، اون انفجار مهیب اتفاق افتاد. افتاد. به خدا راست میگم. میدونم که راست میگی. خب بعد چرا دیگه نشد؟ برای اینکه قرار بود یک بار اتفاق بیفته، برای من و تو،
تو چند روزی نبودی، رفته بودی. برای من تو چند روز بود، ولی برای همه یک لحظه و یک آن. انگار هیچ اتفاق نیفتاده. هیچ کس هم به جز من و تو نه دیده و نه حس کرده. به هر کس هم بگی بهت میخنده. خدا رو شکر. بله خدا رو شکر که اتفاق افتاد، چون حتما لازم بود. بریم بریم. این هم خدمت شما. و حالا ما می دانستیم برای ما انفجاری مهیب اتفاق افتاده بود، انفجاری که یاور را به کما برد، کمایی که حالا برای ما مفهوم گسترده و شفافی را به وضوح روشن می کرد، یک حقیقت که واقعیت را می گفت که کما پدیده ممکن و گاه نزدیک است. سرزمین منی